انتشار یک فیلم دیگر از برخورد نامناسب هندوهای افراطی با مسلمانان باعث تحریک افکار عمومی شده است. افکار عمومی در هند به خصوص مسلمانان از انتشار فیلمی از یک معلم هندو که به دانش آموزانش دستور می دهد به صورت همکلاسی مسلمان خود سیلی بزنند به شدت آزارده شده است. فاطمه موسوی گزارش می دهد. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک معلم دبستان در هند یک دانش آموز پسر مسلمان 7 ساله را در داخل کلاس درس مورد رفتار تحقیرآمیز قرار داده و از همکلاسی‌هایش می‌خواهد که به او سیلی بزنند و همچنین از آنها خواسته است که او را به دلیل دین و مذهبش از کلاس بیرون کنند. فیلم این حادثه که در روز پنجشنبه اتفاق افتاده نشان می‌دهد که معلم ظاهراً به این دلیل که او در جدول ضرب اشتباه کرده است به دانش آموزان می‌گوید او را سیلی بزنند. در این فیلم در حالی که پسر مسلمان ایستاده و گریه می‌کند صدای معلم شنیده می‌شود که به بچه‌ها می‌گوید چرا به او آهسته ضربه می‌زنی، محکم به او ضربه بزن. او همچنین گفته است با کمربند به او ضربه بزنید تا صورتش کبود شود. انتشار این فیلم خشم مسلمانان در هند را برانگیخت. حادثه‌ای که در آن یک معلم افراط‌گرای هندو در دبستان به دانش آموزانش دستور می‌دهد که به نوبت به یکی از هموطنان مسلمان خود سیلی بزنند. متعاقب آن مقام‌های هندی روز شنبه قول دادند که در قبال این حادثه اقدامات لازم را انجام دهند. ساتیانا رایان بازرس پلیس در این رابطه گفت وقوع این حادثه بر اساس کلیپ ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است تایید شده و اقدامات قضایی و اداری بر علیه این معلم انجام خواهد گرفت. پدر این کودک نیز با ارائه شکایت جداگانه‌ای در محل وقوع این حادثه به پلیس منطقه مظفرنگار بر علیه این معلم خاطی تشکیل پرونده داده است. والدین این کودک 7 ساله که محمد آلتماش نام دارد به خبرنگاران گفتند که این حادثه روز پنجشنبه در مدرسه دولتی نها در روستای کوباپور در 30 کیلومتری شهر مظفرنگار رخ داده و به گفته پدر محمد معلم از همکلاسی‌های پسرش خواسته که یکی یکی به او سیلی بزنند. روبینا مادر این دانش آموز مسلمان هم گفت پسرم با گریه به خانه آمد، او آسیب دیده بود. معلم کارهای خود را اینگونه توجیه کرد که پسر درسهایش را حفظ نمی کند. پسرم در درس خواندن کوشا است. ما نمی فهمیم که چرا معلم با او اینطور رفتار کرد. به نظر می رسد که معلم پر از نفرت است. نهادهای حقوق بشری معتقدند جنایات، خشونت و نفرت پراکنی علیه اقلیت بزرگ مسلمانان هند از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی نخست وزیر افراطگرای هندو از سال 2014 در حال افزایش بوده است. این حادثه محکومیت گسترده ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. راهول گاندی رهبر حزب کنگره هند و از مخالفان اصلی جناح حاکم نارندرا مودی نخست وزیر افراطگرای هندو را به دامن زدن به نفرت پراکنی دینی و مذهبی و مقابله با همزیستی مسالمت‌آمیز در این کشور که اکثریت هندو در آن زندگی می‌کنند متهم کرد. گاندی در پستی در ایکس توییتر سابق نوشت کاشتن بذر تبعیض در ذهن کودکان بیگناه موجب تبدیل شدن مدرسه به عنوان یک مکان مقدس به بازار نفرت و کینه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حزب بهاری تاجاناتا با اقداماتی از این دست موجب شعله ورتر شدن آتش کینه و نفرت در هند شده و این کشور را به خشونت خواهند کشانید افسود هیچ کاری بدتر از آن وجود ندارد که آن هم یک معلم برای کشور انجام دهد. حزب بهاری تاجاناتا از سال 2017 سکان اداره ایالت اوتار پرادش را در دست دارد و یوگی آتیانات که یک راهب هندو و از اعضای حزب راستگرا و افراطی بهاری تاجاناتا است طی دو دوره به عنوان وزیر ارشد این ایالت برگزیده شده است. وی متهم به تشویق مردم محلی به اعمال خشونت بر علیه مسلمانان این ایالت و وضع قوانین تبعیض آمیز برای به حاشیه راندن آنان است. هند 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد که 210,000,000 نفر آن مسلمانان هستند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.